روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیو. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوای دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. غذای خوش کننده دهن که روده ها را نرم می کند. کسانی که بهی را نمی شناسند شاید آن را از ناک فرق کرده نمی تواند. اگر آنها باری مزه بهی را بچشند سخت در تعجب می ماند. بهی چنان درشت و بیمزه است که بعضی ها آن را تقریبا استفاده هم نمی کنند. اما فالوده آن به حدی لذیذ است که حتی کودکان هم آن را می پسندد. خاصیت ها و نشانداد ها. بهی خام در ترکیب خود به شکل قند 13.4% کربوهیدرات را دارد، اما تقریباً 50% فالوده این میوه از قند ترکیب یافته است، زیرا برای آماده کردن آن برابر به وزن بهی شکر علاوه می کند. در ترکیب فالوده بهی مقدار پروتین ها و چرب ها بسیار کم، تقریباً 1% است. بهی در ترکیب خود و مقدار زیادی ویتامین های ای و سی، اینچنین منوال های پوتاشیم، آهن و میس دارد.
خاصیت خشک‌کنی و ضد التهابی بهی برای روده به دو ماده ترکیبی آن وابسته است. پکتین یعنی دلمه گیاهی، تارهای حل شونده غذایی که دیوارهای روده را نرم کرده حرکت خوراک را در روده ها آسان می گرداند. جوهر مازو، ترین یعنی خشک کننده ای که پرده اعلای روده را اندکی خشک نموده التهاب را کم می کنند. برای کسانی که قبض دارد یا دمیش شکم دارد، چی از حساب کودکان و چی از جمله بزرگان، فالوده بهی همچنان خوراک دستری خیلی مفید است. آن به هنگام گرفتاری انسان به اسهال که به سبب گسترانترین یا کالید به وجود آمده است، همچنین خوراک سختی اول بعد از مرحله شدید بیماری توصیه داده می شود. پکتین ترکیب فالوده بهی برای کم کردن خالصیت در خون مساعدت می کند. آماده کردن و طرز استفاده. 1. در شکل تر و تازه. درشتی و ترشمزگی بهی خوردنی حتی میوه پخته آن را تقریبا ناممکن می کند. 2. فالوده بهی. این واسطه معمولا استفاده بهی است. این میوه را تا نرم شدن در آب جوشانیده و قیامی از آن آماده شده با تناسب 1:1 شکر علاوه می کنند و تا آماده شوی نهایی می جوشاند. بعضی استحصال کننده ها شکر یا قندی قهوه رنگ و یا صاف نشده را استفاده می کنند، زیرا آن نسبت به قند سفید مفیدتر است. 3. فالوده بهی مواد خشک کننده است که هم بزرگان و هم کودکان به خوشی استفاده می کنند. آن یکی از گزینه های سلسله خوراک است که به بیمار پس از گرفتاری به قبض توصیه داده می شود. برنج، دوای درون روی و بازیافت برای فشار بلند. برنج سفید در مقدار کمی آب و نمک جوشانده و پخته برابر سیب و آیگرود از محصولات اولین استوار یعنی درست می باشد که باید بعد خروج اسهالی پیدا شده تناول نمود. برنج را نان آسیا می نامند. قسمت اعظم استحصال برنج تقریباً 500 میلیون تن در یک سال به چین، هندوستان، بنگلادش و اندونزیا راست می آید. در این کشورها برنج را هر روز تناول می کنند. قبولی غذا بدون این رستنی خوشدار غیر تصور به نظر می رسد. یونانی ها و رومی ها در باره برنج بسیار کم می دانستند. اروپا به شرافت عرب هایی در نیم جزیره بیرنی مقیم گردیده با برنج آشنا شدند. هلندی ها در عصر 17 به امریکای شمالی و بعدتر در آفریقا آوردند. در نتیجه برنج به یکی از زراعت های خوشداری پهن شده تبدیل یافت. خاصیت و نشاندادها، با وجود شهرت و معرفت طعام های برنجی، برنج و مخصوصا برنج پاک شده یعنی صیقل داده پر کالوری ترین از همه خوشدارها هاست. پروتین ها، مقدار پروتئین در برنج میانی خوشدارها پایین ترین است. هیچ نوعی برنج دارای پیش از 700 پروتئین نیست. این خیلی کمتر از جو 16.9% و گندم 13.7% می باشد. در برنج که اساسی گلوتینی گندمی است وجود ندارد. این توصیفات برنج را محصولات مناسب برای رنجوران بیماری سلیکی می گرداند. پروتئین در ترکیب برنج ناکفایتی در لیزین و تریپتوفان، دو امینو اسید فراوان به میان نمی آورند. ولی وابسته که برنج با لوبیا که این ماده ها را فراوان دارد مشکلات را آسان حل می کند. برنج و نسک به عنوان مثال ارگانیسم را با امینو اسیدهای ضروری برای استحصال پروتئین تامین می نماید. روغن ها، برنج سفید عملا روغن ندارد. قسم زیادی آنی که وجود دارد در سبوس و تخم جمع شده است. برنج دانه یک لخت تنها 2.7% روغن نگاه می دارد. آن بسیار کم از جو 6.9% و جواری مکه 4.3% است. اسیدهای ناکفایه روغنی برنج پر نیستند
و ارزش بلند دارند. کربوهیدرات ها آنها از 5 یا 4 حصه دانه برنج را تشکیل می دهند. عملاً پتاسیم کربوهیدرات ها در ترکیب برنج به شکل کرخمل موجودند. ثروت واقعی سلامتی است. نقد های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. نفس گیرید نگیرید یا اینکه چطور زیبا اندامی را نقش کشید. زکیم می فهمد که تنها دویدن و مشق‌های عادی فیزیکی کافی نیست و با یک رژیم نیز کار به پایان نمی رسد. از مجموعه آموزشی سلبریشن با خبر می شود. طرز درست نفس کشیدن را می آموزد. روز چهارشنبه 24 می سال 2000. در یک مدت کوتاه چقدر نویگری ها؟ در چه یک کشور زیبای زندگی می کنم؟ کوه ها، دره ها، شرشره ها، کول ها همه را به حیرت می آورند. چی وقت آخرین بار در دامنه طبیعت استراحت کرده بودی؟ با خود میگویی. این برای برقرار نمودن اندام چگونه کمک میرساند؟ بین همین طور. مشقهای جسمی و سیر و گشت کار خود را میکنند. اعتماد به نفس و طبع بلند این نصف پیروزی است. در این چند روز آخر متوجه شدم که برای برقرار نمودن وزنم مشق جسمانی کافی نیست. خواستم پرهیز کنم اما این کار را قبلا هم کرده بودم. یک دو روز می گذرد باز دوباره وزنم زیاد می شود. این مشکل خود را به لطیفه گفتم. او به هر حال در این جاده از من با تجربه تر است. معلوم می شود که نظارت غذا مهم بوده. ولی مهمتر از آن برای زیبا و سالم ماندن و با انرژی بودن در طول زندگی خود مجموع اصولهای همه طرفه لازم بوده است. تصمیم گرفتم همه اش را مفصل بنویسم تا که فراموش نکنم. تو خودت می دانی دوستی عزیزم که قلم کند از ذهن تیز بهتر. همین طور این رویش در زبان انگلیسی به مانند سلیبریشن صدا می دهد که ترجمه آن جشن یا عید است. این مختصر است و به نظر من بسیار ماهرانه اختصار شده است. به نظرم آن روز دور نیست که من خود را در آینه نگاه کرده خرسندی می کنم.
معنای کلمه در مجموع معلوم است، ولی تعبیر هر یک حرف عالی است. Choice، انتخاب. Exercise، تمرین. Liquids، مایع. Environment، محیط زیست. Believe، اعتقاد. Rest، استراحت. Air، هوا. Temperance، پرهیزگاری. Integrity، بی‌عیب. Optimism، خوشبینی. Nutrition، تغذیه. Social support، کمک اجتماعی. عجیبش این که آن یک روش معمول است. تنها مرکزهای سلامتی جهانی به آن با نامهای گوناگون مراجعه می کند. به من نامی گذاشته طبیبان دانشگاه ویمر در کالیفرنیا مورد پسند قرار گرفت. New start، آغاز نو. خوش، من انتخابم را کردم. این را از سر شروع کردن گوییم. مشقها تدریجن شدند. عادت خوب من هوا باشد. به نظر می رسد که کدام جایی نافهما و دشوار نیست. خوب می فهمم که هوای خانه را تازه کردن، بیشتر وقت را در هوای باز گذراندن، زود زود به سیر و گشت بیرون از شهر رفتن برای ارگانیسم مفید است. تا هر یک حجرات بدن از اکسیژن پر شده، بدن و مغز سر درست کار بتواند. زیرا هوای تازه به انسان قوت و انرژی مثبت و کیفیت خوب می دهد. این را همه می داند. در حقیقت من باید نفس کشیدن را یاد بگیرم. خنده آور نیست؟ بله، در سن 18 سالگی نفس کشیدن را یاد گرفتن خنده آور است. ولی این مزاق نیست. نفس درست کشیدن لازم، آرامانه، با مرام و عمیق. من باشم تیز تیز و رویکی نفس می گیرم. یک چند نفس عمیق گرفتن و آن را فعالانه کوتاه کوتاه بیرون کردن و شخص آرامی و آسودگی می بخشد. من امتحان کردم، کمک می رساند. یک راز دیگر به من آشکار شد. در حالت نادرست، درست نفس کشیده نمی شود. وقتی که من پشتم را راست کردم، شانه هایم را درست کردم، شکمم را باز داشتم و یک چند نفس عمیق گرفتم و انعکاس خوب خود را در آینه دیدم، به من حس احترام شخصی پیدا شد. می دانی؟ خودم را دوست داشتن آغاز کردم. چی طور من بلا؟ همین طور ادامه دهید. بدون هوا زندگی وجود ندارد. بدون غذا انسان می تواند یک چند روز و هفته زندگی کند. بدون آب یک چند روز، ولی بدون هوا همه یک چند دقیقه. از نرسیدن اکسیژن بیش از همه مغز سر آسیب می بیند. اگر اکسیژن در دوام یک چند دقیقه به مغز سر وارد نشود، شخص از هوش می رود و او را خطر مرگ تهدید می کند. نرسیدن مقدار کمی اکسیژن هم خوفناک است. از آن شخص عصبانی و بی‌توجه می‌گردد. این است که می‌گویند بیشتر کلکین‌ها را باز مانید. پیوسته به بیرون برآمده، به سیر و گشت روح بلند کننده در باغ‌ها، استراحتگاه‌ها، صحراها رفته، از تماشای منظره طبیعت کوهسار، کل و دریاها لذت ببرید. از فضای باز و هوای تازه بهره بگیرید. نفس بکشید. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. شما شنونده عزیز، با عرض سلام شما را به برنامه های جالب و جذاب شادباش می گوییم. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. موضوع صحبت ما، هدیه بزرگ و حیرت انگیز از کتاب وحی می باشد. در برنامه گذشته ما دانستیم که چگونه پادشاه بلشسر بزم کلان آراست. بزم در جوش و خروش بود. ناگهان صدای موسیقی و هیاهوی جمع آمدگان پس شد. خاموشی حکم فرما گشت، زیرا خداوند این بزم را ویران کرد. لیکن برای چی؟ بعد از چه حادثه ها رخ داد؟ امروز درباره این صحبت خواهیم گفتگو نمود. با ما باشید. دستی پیدا گشت و در دیوار چنین سخنانی را می نوشت: منی، منی، تکیل و فارسی، منی، خدا ایام سلطنتی تو را حساب کرده به آن خاتمه داده است. تکیل، تو به ترازو وزن شده ای و وزن تو نهایت سبک برآمده است. فارسین، سلطنت تو تقسیم کرده به ماد و فارس داده شده است. تفسیر کرده دانیال را به واسطه کتاب های تاریخی بابلی قدیم تفتیش کردن ممکن است. کوروش سرلشکر قشون های مشترک ماد و فارس سلطنت مغرور گشته بابل را سرنگون کرد. واقعا دانیال یگانه شخصی نیست که این حادثه را نبوت کرده بود. در عین حال خداوند جل جلاله 150 سال مقدم از مولودش نام کروش را بیان کرده است. به این نبوتی اشعیای پیامبر بنگرید که چقدر عجیب است و سال 680 پیش از میلاد بیان شده است. کتاب اشعیای نبی باب 1 آیه 45، خداوند به مسیح خود به کروش چنین میگوید: من دست راست تو را گرفتم تا خلق ها را پیش تو مغلوب نمایم و من کمر پادشاهان را خواهم گشاد تا که درها پیش تو باز شود و دروازه ها بسته نشود. و چنین شد. از ساکر او جوی کلانی کنده مجرای دریای فرات را دیگرگون نمودند و به زیر دیوارهای بابل گذشته به شهر رخنه نمودند. کتاب مقدس غیر عادی است. هنگامی که ما کلام خداوند را باز می کنیم، کلام خدای حی را باز می کنیم، نبوت هایش واقعی و حقیقی هستند.
سپس امپراتور سوم پیدا می گردد که شکم و رانهایش از میس می باشد. دانیال باب 2:39 و سلطنت سوم دیگر سلطنت میسی که آن بر تمام سرزمین ها حکم فرما خواهد شد. اسکندر مقدونی لشکری را سروری می کرد که سپر میسی برتن داشتند. با کلاهای میسی، سپری سرسینه از میس، سپر و شمشیرهای میسی لشکر یونانی و جهان حکمران گشتند. بابل، ماد و فارس، یونان، مگر یونان تا ابد حکمران جهان ماند؟ دانیال، باب 2:40 و سلطنت چهارم مثل آهن قوی خواهد بود. ادوارد گیبان، تاریخ شناس انگلیس در کتاب خود به نام غروب و برهم خوردن امپراتوری روم چنین نوشته است. مجسمه های طلایی، نقره‌ای و میسی که همچون رمز سلطنتی و قوم و ملت ها بودند، یکایک از پشت یک دیگر تحت سلطنت آهنین روم فرو می ریختند. در اصل چنین هم شد. از سال 168 قبل از میلاد تا سال 476 میلادی روم در جهان حکمرانی کرد. ادامه این موضوع به نهایت مهم و جالب است که در برنامه آینده خواهید شنید. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، سهدمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.